یونسکو روز 21 فوریه را روز زبان مادری نامیده است. می خواهیم به زبان مادری بپردازیم. می خواهیم زبان مادری را از سه زاویه مختلف مورد بررسی قرار دهیم. اهمیت زبان مادری و علل توجه یونسکو به زبان مادری، حق آموزش زبان مادری در سوئد و جایگاه زبان مادری در میان حکومتگران جمهوری اسلامی و اهمیت این حق در بین مردم آذربایجان که با مسئله ملی در ارتباط است. حق زبان مادری در میان حکومتگران جمهوری اسلامی و مردم آذربایجان چه جایگاهی دارد؟ آیا خواست حق آموزش به زبان ترکی به عنوان یک مطالبه در بین مردم وجود دارد؟ و یا اینکه در میان مطالبات عمومی و مطالبات عمومی ملی به فراموشی سپرده شده است؟ حق آموزش زبان ترکی در آذربایجان به چه معنا میتواند صورت گیرد؟ آموزش در کنار زبان فارسی و به عنوان زبان اصلی، زبان اول، و برای پاسخ دادن به این سوالها با آقای سلطانزاده فعال سیاسی همراه هستیم. آقای سلطانزاده سلام بر شما. سلام بر شما و شنوندگان شما. آقای سلطانزاده ابتدا یه اشاره بکنیم به جایگاه زبان مادری در بین حکومتگران جمهوری اسلامی و مردم آذربایجان که چگونه به این مسئله، به این حق مدنی فکر میکنن یا نگاه میکنن و توجه دارن. به نظر من اینو باید تفکیک کرد از نگاه جمهوری. بفرمایید. تفکیک میکنیم. بعد شما ابتدا از زاویه جمهوری اسلامی بپردازید، بعد از زاویه مردم. از کنم خدمتتون که جمهوری اسلامی مثل سلف خودش یک ایدولوژی مشخصی داره، اونم ایدولوژی یک ملت و یک زبان در یک کشور چند ملیتیه. در اون در این حال رها مجموعه های زیر ملی هم وجود داره. در واقع اون ایدولوژی با اون تنوع جمعیتی ایران، با اون تنوع زبانی ایران، تنوع پایه های به اصطلاح اجتماعی یک گروه ملی اصلا ناسازه. یعنی جمهوری اسلامی میخواد یک ایدولوژی یک دست، یک ملت، یک زبان در چارچوب یک ایران و تمامیت ارضی، و اون هم با مشخصه اصلیش که زبان فارسی است، به اصطلاح به مردم بفروشد و بگوید که ایران یک دونه زبان داره، ایران یک دونه ملت داره و اون یک ملت و یک زبان مشخصه اساسیش زبان فارسیه. این با واقعیت های جامعه ایران سازگار نیست و به همین جهت هستش که ما دائما با یک سلسله درگیری ها روبرو هستیم، با سرکوب روبرو هستیم، با مقاومت هم روبرو هستیم. این واقعیت جامعه امروزی ماست از نگاه به حال جامعه مثل نگاه حکومتگران ایران. منظورتون از ما اگر... مردم آذربایجان دیگه نه؟ نه نه نه، فقط مردم آذربایجان نیتونه، من تمام نقاط ایران به همه بچه، یعنی یک فقط شامل آذربایجان به نظر من نمیشه. من مسئله زبان در ایران رو صرفا مسئله فرهنگی نمیبینم که جمهوری اسلامی با هم بیتوجهه. مسئله زبان در ایران، زبان مادری در ایران قبل از هر چیز یک مسئله سیاسیه، یک رابطه قدرته. و این وقتی به سطوح مثلا جامعه مثل آذربایجان میرسیم، اون بخشی از اون قدرتمندان جامعه آذربایجان خب طبیعتا خودشون در حکومت مرکزی شریک هستن یا در اون شریک هستن. اینو باید به نظر من اون یه لایه بسیار باریک و نازک و اصلا جدا کرد از بقیه کلیت آن چیزی که به نام آذربایجان، کردستان یا هر چیزی دیگری می نامیم به نظر من.
خب طبیعتا این مشخصه در آذربایجان بیشتر از کردستان، بلوچستان یا بین عرب‌ها و ترکمن هاست، به خاطر اینکه در آذربایجان یه لایه باریکی شریک قدرت مرکزی است، در گذشته هم بوده. خود اینها ابزار تحمیل زبانی هستن که زبان خود اونها هم نبوده. بنابراین این قبل از هر چیزی، آن چیزی که من میبینم، زبان رو به عنوان یه زبان رابطه سیاسی رو من به این صورت من میبینم. در واقع یک نوع ایدئولوژی سیاسی پشتش خوابیده. خب حالا مردم آذربایجان که شما به هر حال با اونها مربوط هستید، زبان مادری رو چگونه میبینن و چه برداشتی ازش دارن؟ چه خواستهایی دارن؟ چه مطالباتی دارن؟ ببینید، طبیعتا روشن است که این تازگی نداره. از 100 سال گذشته مردم آذربایجان خواهان این بودن که به زبان خودشون بخوانن، بنویسن، دانشگاه به زبان خودشون داشته باشن، به زبان خودشون برن به تحصیل بکنن، و این حکومت مرکزی بوده که همیشه مانع اون شده. من طبیعیه که این مطالبات، این خواسته همچنان پابرجاست و هر قدرم سرکوب بکنم بالاخره سرکوب نمیتونه که واقعیت رو کاملا از بین ببره. واقعیت وجود دارد و هر لحظه که مردم فرصت به دست میادن همون خواسته خودشون رو عنوان میکنن و این همچنین امروز هم هست، مثل همیشه و در 100 سال گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود. آقای سلطان‌زاده، این مسئله زبان آیا به عنوان یک مطالبه مستقل مطرحه یا به عنوان یک مسئله‌ای که در میان ابعاد دیگر مسئله ملی به نوعی به حاشیه رونده شده مطرحه؟ نه، من فکر نمی‌کنم که به حاشیه رانده شده باشه. یکی از این جلوه‌های یه واقعیتی است به نام مسئله ملی در ایران. مسئله ملی هم یه مسئله سیاسی در این هاست و بنابراین این دو در هم تنیده است. گاهی مسئله زبانمون به اصطلاح در پیش صحنه عنوان میشه، ولی پشت اون در این حال مسئله ملی خوابیده. چون پشت هر زبانی اگه بخوان گسترش بدن، یه سیستم آموزشی داشته باشن، یک نهاد سیاسی لازم است، نهاد مالی لازم است و یک اقتدار محلی لازم است که بتونه اونو پیش ببره. شما در نظر بگیرید مثلا جایی مثل اسپانیا. در کاتالونیا زبان اول زبان کاتالونیه، اسپانیایی زبان دوم اونجاست. ولی برای اون خود اونها پارلمان محلی دارن، قدرت تصمیم گیری دارن، سیاست آموزشی دارن. یا شما در نظر بگیرید کشور کوچکی مثلا بلژیک رو در نظر بگیرید. خب 59% جمعیت اونجا به هلندی حرف میزنن، بقیه اکثریتش به زبان فرانسه حرف میزنن، 70,000 نفر به زبان آلمانی حرف میزنن. ولی همون بلژیک کوچک که 70,000 نفر داره، این زبانی که به نام بسلا 1% جامعه رو نمایندگی میکنه، زبان آلمانی، میبینید جز زبانهای رسمی در اونجاست. یا در کشوری مثلا هند رو در نظر بگیر، 22 زبان رسمی در اون کشور وجود دارد. آیا این مسئله باعث شده که بلژیک متلاشی بشه، از بین بره، تمامیت ارزش از بین بره، یا هند متلاشی بشه؟ نه، چنین نیست. ولی حکومتگران ایران نگاه تنگمایه‌ای به این مسئله دارند. من با اینکه حق آذربایجانی ها، حق کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، عرب ها، همه این هاست که به زبان مادری خودشون حرف بزنن به معنی تعارض به زبان فارسی نیست. این اشتباهه. زبان فارسی جای خودش محترمه، چون بخش مهمی از جامعه ما به همان زبان حرف میزنن. خیلی طبیعی که اون زبان بین زبان در آذربایجان به عنوان یکی از زبانهای زبان دوم به حساب مورد تدریس قرار بگیره، نه اینکه اون زبان رو به جای زبان مردم آذربایجان بنشانن. این یک چیز آرتفیشله، یک چیز تصنعیه، واقعی نیست و هرگز نخواهند توانست در این امر موفق بشن، مگر اینکه مردم بالکل استحاله پیدا کنن که چنین چیز شاهد تاریخی نداریم که یه جمعیت به این بزرگی
استحاله پیدا بکنن و خودشون انکار بکنن. بله. بنابراین مسئله ای که از طرف شما مطرح میشه این نیست که صرفا آدمی راحت باشه در محل زندگی خودش به زبان مادری خودش حرف بزنه، بلکه مسئله بر سر اینه که به این زبان رسانه داشته باشه، مطبوعات داشته باشه، حق آموزش داشته باشه، نظام آموزشی داشته باشه، نظام دانشگاهی در این زمینه به کار برده بشه. در واقع مجموعه این خواسته ها تحت عنوان خواست زبان مادری مطرح میشه. بله، بله، فرمایش شما کاملا درست است. من این مسئله رو به این صورت میبینم. ولی عرض کردم شما اگر نگاه کنید جمهوری اسلامی گام به گام در جهت اون ایدولوژی خودش حرکت کرده، یعنی نه تنها اسمها، نمیدونم شهرها و همه اینا رو عوض میکنه. شما اگر حتی نگاه کنید از ارتش، دادگاه، نمیدونم سیستم آموزشی، همه اینها و همه اینها به زبان فارسی است. در این حال آوردن تو میبینی کارت ملی دارن، یعنی هویت های منطقی را نادیده میگیرن. همچون هویت منطقی یعنی وجود ندارد. اگر خوب نگاه کنید حتی پلاک ماشین ها را هم از بین بردن، یه دونه ایران نوشتن فقط اینا، یعنی اینکه نه رشتی وجود دارد، نه تبریزی وجود ندارد و نه شیرازی وجود دارد. نه حالا منها اینکه نمیدونم یک عامل مثل امنیتی دیگری هم براشون تو این رابطه مطرحه، ولی در این حال مسئله اون سیاست عمومی، آن ایدئولوژی یک ملت، یک زبان، همه اینها به هر حال به نظرم متأثر از اونم هستش در اینها. آقای سلطان‌زاده، به نظر شما زبان رسمی یا زبان اداری به عنوان زبان مشترک اهالی یک کشور اون وقت چه جایگاهی در این نگاه شما داره؟ ببین زبان مشترک به چی میگن آخه؟ زبانی که به حال آهاد یک جامعه رو به همدیگه پیوند بده دیگه. وقتی گروه تنوع، اینقدر تنوع ملی وجود داره در ایران، ما از کدام زبان مشترک میتونیم حرف بزنیم؟ زبان مشترک که میتونه باشه؟ درست است که در 100 سال گذشته میدان دادم فقط به زبان فارسی و کم و بیش به اصطلاح تمام واحدهای ملی، نوعی که به حال اجبارا میرن با سیستم آموزشی زبان فارسی، سیستم آموزشی موجود زبان فارسی رو یاد میگیرن، خب طبیعتا آشنایی بیشتر دارن با زبانهای دیگه. ولی مسئله این است که زبان فارسی به نظر من در تمام واحدهای ملی باید به عنوان زبان دوم تدریس بشه. در زبان بین فارسی خب طبیعیه که زبان اولشونه، ولی چرا اونها نباید زبانها به عنوان زبان دوم زبان ملیت‌های دیگر رو یاد بگیرن؟ مثلا فرض کنید که چرا فارسی نباید ترکی یا کردی یاد بگیرن؟ چرا نباید یاد بگیرن؟ حالا که میدونیم که در گذشته گروه های به اصطلاح بزرگ ترکی جز به طبقات حاکمه ایران بودن و طبیعیست که یاد گرفتن زبان اونها در مدارس، شما میبینید که در خیلی از مدارس در اروپا بچه که به مدرسه میره از کلاس دوم یا سوم زبانهای دیگر اروپایی رو یاد میگیره و میتونه با هم زبانی ارتباط بگیره. در نتیجه زبان ارتباطی برای یک واحد ملی میتونه زبان دومش باشه، نه زبان اولش باشه. زبان واحد اگر بخوایم مشترک برای همه، من فکر کنم که نه وجود داره، نه در بلند مدت اصلا میتونه وجود داشته باشه، و بلکه این تنحصاست و معلوم نیست که آینده اون به کجا خواهد کشید. من خیلی چیز نیستم، خوشبین نیستم به مسئله در آینده. منظورم از زبان اداری و زبان رسمی این هست که مثلا ما در دادگاه ها بالاخره یه زبان مشترک لازم داریم. آیا در اسناد رسمی، در ثبت احوال، خب در دادگستری ها و دادگاه ها همونطور که گفتم و سایر، خب تو مدارس روشنه که بر اساس دید شما خیلی روشن و قابل قبول هم است که زبان ترکی در دبستان ها تدریس بشه، ولی در سایر ارگان های حکومتی هم فکر میکنید که بازم باید دو زبانه بودن مطرح باشه؟ چرا نمیتونه باشه؟ چه ایراد کلی وجود داره؟ شما در نظر بگیرید که آیا به زبان ترکی میتوان اسناد نمیدونم
مربوط به زمین یا هر چیز دیگری رو نوشت یا نه. مثلا در جمهوری آذربایجان مثلا به زبان دیگری می نویسن؟ نه. ممکن است که الزام یه وقتی ضرورت داشته باشه یک سندی رو به دو زبان تنظیم بکنن. مردم آذربایجان آیا یک سند زمین را به زبان خودشون بهتر میفهمند یا به زبان دیگر؟ خب روشن است که به زبان خودشون میفهمند. مردم کردستان سند مربوط به زمین یا هر سند دیگه ای رو آیا به زبان خودشون آسان در میفهمند یا به زبان دیگر؟ دوم اینکه در دنیای امروز ببینید فرمهای حقوقی فرمهای نسبتا تنظیم شده ای هستن. معمولا اونها رو آداپتش میکنه، یعنی یک فرمول ثابت را سعی میکنن تغییراتی درش به وجود بیارن در حدی که با شرایط موجود بخوره. در نتیجه این هیچ مشکل جدی در تنظیم اسناد اداری به وجود نمیاره که یک سندی به دو زبان هم میتونه تنظیم بشه برای اینکه یک جلوگیری کنه از یک سلسله اشکالات احتمالی. این با توجه به سیستم دیجیتالی که در دنیای امروز وجود داره، فرم‌های آماده‌ای که امروز وجود داره، همه اینا رو به آسانی میتوان تنظیم کرد. به نظر من هیچ مشکل جدی وجود نداره. کما اینکه خیلی از اسناد رو میبینید که در همان اروپا به چند زبان تنظیم میکنن. آیا مشکل به وجود میاره؟ آیا قراردادها معاهدات به زبان انگلیسی و فارسی مشکل به وجود میاره؟ نه، مشکل به وجود نمیاره. همین رابطه رو در مورد اسناد داخلی کشورها نیز به کار میشه برد. چرا نه؟ با توجه به اینکه بسیاری از کتب فرهنگی دنیای ما جهان به همه زبانهای محلی در ایران ترجمه نشده، مثلا به ترکمنی یا به ترکی یا به عربی و همینطور مثلا به بلوچی، خب دانش آموزی که میخواد سواد داشته باشه فقط، خیلی جاهام الان هم اتفاق میفته، اون موقع هم میتونه اتفاق بیفته، دانش آموزی که میخواد فقط سواد داشته باشه، مثلا سواد بلوچی یاد میگیره یا سواد ترکی یاد میگیره، فکر نمی کنید برای تمام زندگی از دنیای فرهنگ جهانی دنیا به دور میفته و قادر نیست مثلا بینوایان رو بخونه، قادر نیست شکسپیر رو بخونه، قادر نیست چیزهای دیگر رو بخونه، به زبان فلسفه آشنا بشه؟ این مشکل فکر میکنید که چجوری اصلا مشکل میبینید یا اگر میبینید چجوری میشه حلش کرد؟ اگر صحبت زبان فلسفه است، واقعش اینه که خب زبان فارسی اصلا چه فلسفه‌ای کشتش بوده که ما بگیم که زبان فلسفه است؟ کدوم فیلسوفای بزرگی در ما ایران داشتیم که با فیلسوفای بزرگ جهان بتونه هم ردیف باشه و مشکل فلسفی برای ما درست بکنه؟ اگر فلسفه در ایران بوده، فلسفه به زبان عربی بوده نه به زبان فارسی. دوم این که زبان عربی رو شما حتی در جنوب ایران که به در نظر بگیرید میبینه که وصل دنیای بزرگتر عربی است. بسیار از آثاری که به زبان فارسی ترجمه نشده به زبان عربی ترجمه شده. بنابراین مشکل چاپه. تا مشکل به اصطلاح وجود آثاری مثل شکسپیر یا ادبیات غرب یا فلسفه غرب، مشکل در اونجا نیست، مشکل در چاپ ترجمه. همچنین به زبان ترکی رو در نظر بگیر. فکر میکنه که به زبان ترکی در آذربایجان یا در حتی جمهوری دولت ترکیه آثار اروپایی به زبان ترکی ترجمه نشده، ترجمه شده. با توجه به اینکه بنیاد این زبان‌های یکیست، آداپته کردنش و تنظیم اون به زبان آذربایجانی کار مشکلی اصلا نیست. به راحتی همه اینها رو میتونم به نظر من انجام بدم. در مورد بلوچستان شما در نظر بگیرید. شما در بلوچستان اون ورش بلوچ‌ها به زبان خودشون به دانشگاه میرن. خب چه ممکن است که در مقایسه با زبان عربی اون گستردگی رو که در زبان عربی وجود داره، زبان بلوچی رو که مانعش بودن اون رشد لازم را پیدا نکرده، به معنی نشه نمیتونه رشد پیدا بکنن. به هر حال ضرر را از هر کجا بگیری که سود است. و
بهترین است که مردم به زبان خودشون بتونن بخوانن، بنویسن، بیندیشن و بنویسن. و ملتی که به زبان خودش نمیتونه بخوانه، نمیتونه بنویسه، به زبان خودش تحصیل نمیکنه، نویسنده و متفکر بیرون نمیده.